انتقاد روزنامه شهروند از دستمزدهای نجومی بازیگران سینما و تلویزیون. به نوشته این روزنامه بر اساس خبر منتشر شده، شهاب حسینی برای حضور در سریال شهرزاد ماهی 120 میلیون تومان و ترانه علی دوستی ماهی 90 میلیون تومان دستمزد گرفتند. در جدول منتشر شده که سال پیش ارائه شده بود، دستمزد محمد رضا گلزار 400 میلیون، هدیه تهرانی و اکبر عبدی 300 میلیون و بهرام رادان و مهناز افشار نیز برای هر فیلم 250 میلیون تومان اعلام شده بود. طبق اون جدول امیر جعفری 200 و بازیگرانی چون حامد بهداد، امین حیایی و دیگران نیز در همین هول و هوش دستمزد میگیرند. اما آمار منتشر شده روز گذشته حکایت از ارقامی حتی دیوانوارتر نیز داره. این خبر به دستمزد 1 میلیاردی محمد رضا گلزار برای سریال عاشقانه اشاره کرده بود. با این توضیح که سخنان منوچهر هادی کارگردان عاشقانه را هم ذکر کرده بود که درباره دستمزد 1 میلیارد تومانی این بازیگر برای حضور در سریال عاشقانه گفته بود که به نظر من اگر آقای گلزار بابت 5 ماه کار با ما 1 میلیارد دریافت کنه، لطف بزرگی در حق ما کرده. در همان خبر اعلام شده بود که رامبد جوان برای هر اجرا در خندوانه مبلغ 30 میلیون تومان میگیره و البته به نقل از جعفر دهقان درباره دستمزد بازیگران سریال معمای شاه گفته بود که دستمزد بازیگران این سریال از ماهی 6 میلیون تومان شروع میشه تا بازیگری که ماهی 40 میلیون تومان حقوق میگیره. شهروند در ادامه گزارشش به این نکته اشاره کرده که وقتی به آمار دستمزدها نگاه میکنیم، نخستین نکته که به ذهن میرسه این هست که هر فیلمی در خوشبینانه ترین شکل و در صرف جویانه ترین انتخاب های ممکن هزینه‌ای بین 500 تا 800 میلیون تومان فقط و فقط برای بازیگران اصلیش باید اختصاص بده. رقمی عجیب در سینمای ایران که به این معناست که اگر این قاعده رو در نظر بیاریم که در حدود 30% فروش فیلم در نهایت به دست تهیه کننده میرسه، هر فیلمی باید حداقل 2.5 میلیارد تومان فروش داشته باشه تا فقط بتونه هزینه دستمزد 2 بازیگر اولش رو در بیاره. با احتساب دستمزدهای نویسنده، کارگردان، عوامل تصویر، صدا، گریم، تولید و دیگر گروه‌های فنی و نیز هزینه‌های ابزار و لوازم، لوکیشن، هزینه‌های جاری، تبلیغات که اونها نیز سر به فلک می‌زنن، به جرأت میشه گفت که فروش کمتر از 5 میلیارد تومان میتونه به معنای این باشه که فیلم حتی نتونسته هزینه خودش رو هم در بیاره. حالا اگر این رو با واقعیت سینمای ایران قیاس کنیم، نتیجه‌ای که به دست بیاد طعنه آمیز، ناامید کننده و البته مضحکه. از ابتدای امسال تا کنون 36 فیلم روی پرده اومده که در این میان 5 فیلم نهنگ انبر، گشت ارشاد 2، سلام بمبئی، خوب بد جلف و اکسیدان بیش از 10 میلیارد فروختند و فروش ساعت 5 عصر، رگ خواب و ماجرای نیمروز نیز در حدود 5 تا 9 میلیارد هست. به این معنا که فقط 8 فیلم از میان 36 فیلم تونستند به میزانی از فروش برسند که از پس هزینه دستمزدها بر بیان. بقیه فیلم ها که 81% فیلم ها رو شامل میشن از این نظر شکست خوردند. این آمار در وهله اول نخستین چیزی که به ذهن میاره عبارت دستمزدهای کاذب هست. آنلاین در لحظه برو فوری.